برگزاری هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران، حالا فقط 5 هفته مونده تا قهرمان فصل 22 لیگ برتر مشخص بشه. در حال حاضر سپاهان 52 امتیازی و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال صدرنشین لیگه. پرسپولیس هم با 51 امتیاز بعد از استقلال تو جایگاه سوم جدول قرار داره. با توجه به اختلاف 8 امتیازی گلگهر سیجان و تیم سوم جدول یعنی پرسپولیس، عملا فقط 3 تیم سپاهان، استقلال و پرسپولیس بیشترین شانس رو برای کسب عنوان قهرمانی دارن. تو 5 هفته آینده سپاهان ابتدا باید تو خونه از مثل رفسنجان میزبانی کنه و بعد تو هفته 27 میزبان ملوان باشه. شاگردان مرایس در ادامه یه بازی بیرون از خونه جلو نفت مسجد سلیمان دارن و در ادامه باید تو نقش جهان برابر پیکان قرار بگیرن. تو هفته پایانی لیگ هم سپاهان تو کرمان به مسافه مثل این شهر میره. سپاهان در حالی باید برابر این رقبا قرار بگیره که تو دور رفت از بازی برابر این 5 تیم 8 امتیاز گرفت و فقط تونسته نفت مسجد سلیمان و مثل کرمان رو شکست بده. از طرف دیگه استقلال به عنوان تیمی که شونه به شونه سپاهان داره پیش میره، تو 5 هفته آخر لیگ ابتدا باید از هوادار میزبانی کنه و بعد تو داربی پایتخت به مسافه پرسپولیس بره. آبی‌های تهرانی در ادامه میزبان صنعت نفت آبادان هستند و بعد از اون باید تو رفسنجان به مسافه مثل این شهر برن. استقلال تو هفته پایانی لیگ هم تو ورزشگاه آزادی میزبان تراکتوره. شاگردان ساپینتو تو دور رفت برابر این 5 تیم 8 امتیاز گرفتن و از این نظر با سپاهان شرایط برابری رو دارن. پرسپولیس به عنوان تیمی که با اختلاف 1 امتیازی نسبت به استقلال و سپاهان تو جایگاه سوم جدول قرار داره، تو هفته 26 میهمان مثل کرمانه و در ادامه تو دربی پایتخت برابر استقلال قرار میگیره. اونا در ادامه میهمان پیکان هستند و بعد از اون از گلگوهر سیرجان میزبانی میکنند. پرسپولیس باید تو هفته آخر لیگ هم تو قائم شهر برابر نساجی قرار بگیره. پرسپولیسی ها تو دور رفت برابر این 5 تیم 11 امتیاز گرفتند و از این نظر شرایط بهتری رو نسبت به استقلال و سپاهان دارند. مقایسه رقبای 5 هفته پایانی 3 تیمی که شانس زیادی برای کسب عنوان قهرمانی دارن نشون میده سپاهان به غیر از مثل رفسنجان 4 رقیب دیگش در جایگاهی بهتر از 11 تو جدول قرار ندارن. اما این در حالیه که 3 رقیب استقلال تو 5 هفته پایانی لیگ جزء 6 تیم بالانشین جدول هستن. از طرف دیگه فقط 2 رقیب پرسپولیس تو 5 هفته پایانی جزء تیم‌های بالانشین لیگ محسوب میشن. این یعنی شاید بشه گفت استقلال تو هفته‌های پایانی رقبای سختری رو در پیش داره.